تشکر از همه. سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و خیلی خوشحال هستم که باز در کنار شما وطنداری عزیزم هستم تا یک برنامه دیگر امشب تقدیم شما کنم با دو فامیل همه تو خوشتب شوخ که امشب در برنامه حضور پیدا کردن. دو فامیلی که هستن جمشیدی و آریایی، رقابت دارن در کنار هم روبروی هم برای بعد سوردن جایزه ها و پیسه ای که ما برشان در نظر گرفتیم. مرحله اول 300 امتیاز باید هر دو فامیل تلاش کنن بدست بیارن. یک فامیل ما میتونه برنده 10,000 شوه و به مرحله بعدی صعود کنه. 300 امتیاز باید 4 سوال پاسخ گفته شد که 300 امتیاز رو بگیرن 10,000 برنده شن. مرحله دوم مرحله است که یک فامیل به تنهایی میایه یا دوست دارن با همدیگه بیاین و رقابتشان با ما در مرحله دوم باشه. رقابتی که جایزهش 500,000 افغانی هست در مقابل 200 امتیاز. 200 امتیازی که باز باید هر دو نفر 5 سوال پاسخ بگن، 200 امتیاز رو پوره کنن تا 500,000 بگیرن. وطنداری عزیزم، شما هم دوست دارین در برنامه خودتان اشتراک کنین، چی خواهرای عزیزم و چی برادرایم، پس همیشه به 456 پیام بنین. نمبر واتساپ نمبری نیست که شما بخواید در برنامه از طریق او ثبت نام کنین. شما 456 که زنگ زدین، کلید 6 دو دور فشار میتین، بعد از شنیدن صدای پیغام گیر نام خودتان و دیگه دوستایتان هم میگیرین، در آخر هم کلید علامت نمبر فشار میتین. بزودترین فرصت دعوت میشین به استیج ما، استیج رو در رو، و یک شب بسیار خوب در کنار هم سپری میکنیم. خوش اومدین عزیزا. خدا تشکر کنید. دو فامیل نخود با فامیل آریایی آشنا بشیم که چهار عزیز در سمت راست ما هست. سرتیمشان رومان عزیز است. خوش آمدید رومان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم با نام خدا بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم شمزان تیم، به خودت تیم مقابل لازینن دلتادار و شخص های مهمی که از پشت رزون طلوع ما رو تماشا میکنند. رومان ناری هست میکنند از اشتراکانه های برنامه ایکس بول رو دارو. خوش آمدی رومان عزیز. امید جان خوش آمدی به برنامه. سلام به خودتان شمز جان. تیم مقابل از این در تالار کزایی که از تاریزین طول ما رو بینده است. امید از این هستم یکتم اشتراکنده ایکس بول رو دارو. بسیار خوش آمدی لالا امید عزیز. خوش باشید. خدا خوش تون باکن مخصم. سعیس تلاش کو خوش باشی. تلاش کو خوش باشی. مهم عزیز خوش اومدی به برنامه. سلام عرض ادب خدمت خودت شمزان تیم مقابل حاضرین در تالار و کسایی که ما را از پرده تلویزیون بیننده هستند. مهم عزیمی هستم یک تن از اشتراک کننده های ایکس بول رو در رو. خوش اومدی لالا مهم. اشمان جان خوش اومدی. خوش باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شمزان عزیز، تیم مقابل حاضرین در تالار و کسایی که ما را از طریق پرده تلویزیون تماشا میکنند. حشمت الله سادات هستم، یک تن از اشتراک کننده های ایکس بول رو در رو. خوش آمدید لالا. حشمتم چی مصروفیت ها دارید از زندگی؟ بیکار. درس میخوانی؟ بله. محصل هستی یا متعلم؟ محصل. محصل کدام رشته؟ کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس دولتی است یا شخصی؟ دولتی. دولتی کدام پانتون؟ انستیتو نیما. خب بسیار عالی، موفق باشی، ان شاءالله بخیر فارغ شوی. مول جان خودت چی میکنی؟ متعلم صنف 12ام. متعلم ورزش هم میکنی؟ بله. چی ورزش انجام؟ پهلوانی. پهلوانی چند سال است؟ یک تقریبا 6 ماه میشه. 6 ماه نو شروع کردی؟ بله. گوشت میدان نشده؟ نه. خودت میدان میکنی؟ نه. کسایی که همین پهلوان هستن خودشان میدان میکنن گوشت؟ زیادترشان میکنن، زیادترشان در توشک میدان میشه. در توشک میشه. معمولا در این پالو و زانو کنده که میخورن بله. زود میدان میشه. موفق باشی در کار. امید لالا خودت چی میکنی؟ من کاکایم کار میکنم. ای کاکایت که بیکار است. من خبر دارم. درس یا میخوانی لالا؟ بله درس. مکتب خلاص کردیم. فعلا دیگه تصمیم داریم باز پانتونه بخیر. شروع کنیم. مقصد خدای خوش نگاه کن. طبعت خوش باشه، زندگی میگذره. تلاش کو خوش باشی. تلاش کو خوش باشی. ایگپو هست. ایگپو هست. موفق باشی. رومان جان خودت چی کارا میکنی؟ من متعلم هستم استاد شمزو. متعلم؟ بله. 12 خلاص نکردی؟ نه. هنوز 12 سال آخر است. بله. سال آخر است. بله. آماده گرفتی با کنکور؟ ان شاء الله که آماده دارم. ان شاء الله میگیری. بله. کارو برا میکنی در کنار متعلم؟ اصلا. اصلا. تو هم خیلی کوکای امید هستی. خیلی کوکای امید کنم. کوکای چی میکنه؟ کوکایم بیکار است حالا. کوکایم که مامای رستی کار میکنه. مامای تا. اما که سرکار امید میکنه. نه نه. ولی کابل مت راسته. در کابل مت هم کابل امید میکنه. سرکه ایلا کدن نه. سرکه ایلا کدن. خود در کل سون ولایت چه وقت بخیر میره؟ سون ولایت از کابل است یا ولایت نداریم؟ سون ولایت تو سفر نداریم؟ نه نه ما مسئول کابل هستیم. مسئول کابل هستیم. خوش آمدیم به برنامه، ان شاءالله که یک برنامه خوب تلاش کو خوش باشیم. تلاش کو خوش باشیم. دوستات هستی. خوش آمدیم به برنامه. چهار عزیز فامیل جمشیدی آمدن
رقابت کردن با فامیل آرژویی. سرتیمشان سمیم عزیز. سمیم جان خوش آمدید. خوش باشین شمس جان، تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما شمس جان، تیم مقابل، حاضرین در تالار و بیننده‌های عزیز تلویزیون طلوع. سمیم جمشیدی هستم، سرتیم خانواده جمشیدی، یک تن از اشتراک کننده های برنامه اکسپول رو در رو. امیدوار هستم یک برنامه خوب عالی داشته باشیم. ان شاء الله لالا سمیم. عظمت جان خوش آمدید. خوش باشید استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شمس جان عزیز و تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسایی که از پشت پرده تلویزیون ما رو تماشا میکنن. عظمت هستم، یک تن از شرکت کنندگان برنامه رو دارم. خوش آمدید لالا عظمت عزیز. نیما جان خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب تقدیم خدا شمس جان، تیم مقابل، حاضرین در تالار. نعمت فخری هستم، یک تن از اشتراک کننده برنامه رو دارو. خوش آمدید لال نعمت گلم. سنا جان چطور هستی؟ خوش آمدید. خوش باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام خاص به شما شمس عزیز و تیم مقابل، حاضرین و در حاضرین در تالار و کسایی که ما را پشت تلویزیون پرده میبیند. و سنا الله هستم، یک تن از اشتراک کننده رو در رو هستم. موفق باشین. انشالله که یک برنامه خوب داشته باشیم. تلاش کنین که خودتان لذت ببرین. و گفتی امید سعی کنی تلاش کنی خوش باشی. خوش باشی. موفق باشین. عزیز را تشکر کنی خدا تشکر. ممنون از انرژی واقعا خوشمزه اکسپول، نوشابه و نوشیدنی فوق‌العاده با طعم و رنگ مختلف که شما میتونید به دستش بیارین، بنوشینش و برنده جایزه شوین. رنگ سبزش ویتامین های B3، B6، B12 را به همراه داره. قیمت انرژی بسیار ارزان هست. انرژی هست که با قیمت ارزان جایزه های خیلی شگفت انگیز برای شما در نظر گرفته. انرژی که برای شما موتر، موترسیکل، لوازم خانه و جایزه های نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته که با نوشیدنش میتونین برنده شین. آسان است، فقط در پوشکش باز میکنین که چی جایزه داره. ما نمیفهمم. چند شب پیش فقط ما در برنامه دیدیم که یک نفر برنده جوسر شد و رفت جایزش هم گرفت از اکسپول. شما پس بنوشین و برنده شوین. دو سرتیم قرار هست که سوال اول مرا پاسخ بدین، اما یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، برمیگردیم باشیم. خوش آمدید. برنامه خودتان، برنامه اکسپول رو در رو. معرفی شدیم با هر چهار نفر و قرار است رقابت کنن در کنار هم که چی میشه. دو سرتیم صمیم و رمان بی کنار ما. تشکرشون کنم. خوش آمدی صمیم جان. خوش آمدی رمان عزیز. برنامه یا شروع برنامه. سوالی که از شما میپرسم سوال اول هست. سوال من یک دفعه سعی کنم بعد جوابای یوش هم میبینیم. جواب سنسال به من سوال شده چند. خب جوابش به تو بگیر، سوالش به این. بله. سمیم جان خودت کدام آرزویی داشتی که برش رسیده باشی؟ بله. مثلا من آرزو داشتم که حافظ قرآن کریم شوم. شدم. نام خدا ماشاءالله. غیر ازی دیگه آرزوهایی دارم که به تلاش رسیدنش هستم تا فعلا نرسید. پس به یک آرزوی رسیدی؟ بله به یک آرزوی رسیدیم. آرزوی بزرگم. بزرگت بله. که زنگ گرفتن است. حافظ قرآن شدم. شدی؟ بله یه آرزوی بزرگم بود از کودکی. متعهل است یا مجرد؟ مجرد. مجرد. بله. نوبت دخانه است؟ بله. راستی؟ میشه بخیر. دعا کنیم برای؟ خدا بزرگ از دیگه. دعا کنیم خیلی بچه؟ آها میگه دعای مومن در حق مومن قبول میشه. دست بالا کنیم دعا. دست بالا کنیم مردم. کل جوانای ملت خدا. خیر بگیری، تشکر از لطف. مجرد داشته باشه امید. رومان جان، خودت کدام آرزوی داشتی که برش رسیده باشی؟ تا فعلا که این سالا میرسیم. انشالله. سوال اول 7 جواب 100 امتیاز. سوالی است. یکی از وقت‌های قبولی دعا را نام ببرید. بگو رومان جان. روز جمعه عصرش. عصر جمعه. دیگر جمعه. بله. سعی کن. یکی از البته هر ثانیه هر وقتی که بخوای دعا میتونی کنی. بله. و او دست رب بزرگ است قبول میشه یا نه. به نظر خودت کدام وقت ها هست که دعا بیشتر قبول میشه و وقت قبولیش زیادتر هست؟ بعد از آذان تا اقامه. آذان تا اقامه. سعی کنیم. بین آذان تا اقامه. خوب جواب بود. مشوره چی هست؟ نمیدونم. برو طرف تیمت که کارآفرین بود.
رومان موفق باش، شاد بیرسن. بفرم. از عظمت جان سوال خیلی آسان است. گفته یکی از وقت‌های قبولی دعا را نام ببر. 5 4 3 2 1 چلی پای اول. نیمه جان یکی از وقت‌های قبولی دعا را نام ببر. ماه رمضان. ماه رمضان، ماه مهمانی خدا که تمام درهای رحمت و مغفرت و هر چیزش بر روی بندش باز است. سعی کنیم. مشورت. یکی از وقت‌های قبولی دعا را نام ببرید. شب لیلة القدر. شب لیلة القدر بسیار یک شب پربرکت و پررحمت هست. سعی کنیم. شب لیلة القدر نمازهای تهجد کلش نمی‌رفت. سلیم جان یک وقتی که دعا قبول می‌شه یک وقتش نام ببرید. بعد از نمازهای فرض. بعد از نمازهای فرض. سعی کنیم. زمان نمازهای فرض. خوب جواب. عظمت جان یکی از وقت‌های قبولی دعا را نام ببرید. وقت آذان. وقت آذان. وقت آذان بلند پاسخ بدید. درست است وقت آذان؟ آه؟ ما فکر کنم بین آذان اقامه میشه دیگه. سعی کنیم. عشمت یک تایم قبولی دعا. صبح وقت. صبح وقت. صبح وقت. امید کدام دعایی داشتی که قبول شده باشه؟ آره. چی دعا داشتی؟ این را ببینم. مرا ببینی؟ این کدام دعای خاص نداشت. زنگ میزدیم نمیدم میدیدم. نه باز کای میخوام مهم میگیری. نه میگیرم. گوش کن خوش باشی خیلی. گپا خواست. گپا خواست. یک تایم یا یک وقت قبولی دعا کدام وقت است؟ بعد از نماز خفتن. بعد از نماز خفتن. رومان وقت آذان شام. وقت آذان شام. بعد از آذان شام. یک مثال اصلا نفهمید درست است میگن در وقت آذان شام شام همین مرغ آمینگو هم است. بله ها. همین تو مثال میزنم وطنی. درست است به نظر شما؟ آه؟ به نظر شما کدام وقت دعا زودتر قبول میشود؟ سحر صبح؟ صبح دیگه؟ بعد از افطار؟ نماز شب خفتن؟ تهجد؟ تهجد دمو جواب اول فکر میرن نصف شب میره. بله. نصف شب میره. جواب خودت آذان شام بود. آذان شام. یا همون غروب آفتاب. بله. که آفتاب غروب میکنه آذان شام داده میشه. بعد از آذان شام. همون آذان شام. همون آذان میشه. خوش خوش میشه. سعی کنیم 7 6 3 2. جواب دوم. غروب آفتاب. خوبه. وقتی که آفتاب غروب میکنه آذان شام میشه و بیشتر کسا دعا میکنن. 65 امتیاز گرفتین. شما صفر هستین. خیر است. 3 سوال دیگه باقی مونده. هر کس به نوبه خود تجربه داره در دعا کردن. میگه بهترین دعا او دعایی هست که اول به همسایت باشه بعدش به خودت باشه. من نظر نمیتونم در این باره چون اصلا معلوماتی ندارم و سعی میکنیم که 100 نفر چه جوابایی دادن در این بخش با هم یک جا میبینیم. بخونین دوستا نمبر 7 نوشیدن آب زمزم. 6 هنگام سجده. به خاطر همین اسم یه سجده هر چی طولانی‌تر شوه قشنگ‌تر است. نمبر 3 باریدن باران. باریدن رحمت خدا که نامش باران است. 65 امتیاز سوال اول شما گرفتین و همونطور که گفتم شما صفر هستین، مشکل نداره. 3 سوال مانده که هر 3 سوال با هم جمع کنیم ما شما 600 امتیاز دیگه باقی است. به هر صورت سوال دومه، ما از نفرهای دوم میپرسم که نفرهای دوم بیای پیشم. پس برید از جایتان، پس برید، باز بیا با سلام. برو پس، برو پس. خوش باشی. باشه برو پس، وقفه داریم برمیگردیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. یک سوال پرسیده شد، امتیازش فامیل آریایی گرفت. اینال نوبت 2 شخص دوم است. امید قند و عظمت عزیز بیاین کنارم که سوال دوم پرسید.
نمی جان خوش آمدی. بالا عظمت خوش آمدی. نه. اینال آماده هستی؟ تلاش کنی که خدا خوش نما کنه. زندگی بیرحم است. بیرحمی هست. سوال دوم یک سوال خیلی آسان است لالا عظمت و لالا امید عزیز. طبعا ما شما یک رفیق یا یک دوستی داریم در بین هم شوخی میکنیم، یکان صفت بر ما یا یکان لقب میتن. در بین رفیقا و دوستا خودتا با چی نام غیر از امید صدا میکنن؟ نه امید صدا میکنن، یکان پر رئیس امید صدا میکنن. رئیس امید صدا میکنن. رئیس هم هستی؟ نه بله نیستی؟ پاک پای عالم. آی بیشکر. لقبت چی هست؟ یک صفت میتم مثلا برای والا دیگه تو فیلم کس نداده هیچ چیز نگفتی؟ نه والا چاقک؟ نیو قچاق هم نیستی؟ قچاق هم نیستی، دیگه عقل ترخ نخوردیم. خب عظمه جان، در بین دوستا و رفیقا کسی مثلا صدایت میکنه با یک صفتی که مثلا یک به حساب خارجی ها نیک نیم باشه؟ بله جنگرو. جنگرو میگن؟ خب جنگ میکنی زیاد؟ نه قار است آدم نه؟ جنگ میکنه، قیمالتان جنگ داره. صد فیصد، کوشش که خوش باشی، قار خواست. این یک گفه یاد داری، کوشش که خوش باشی. کوشش که محکم باشی، اندگه بگو. کوشش که محکم باشی چی هست؟ خانه قدم تو محکم ایستا، سعی کرد. اینه تو من محکم اینستا. آه، سعی سیم، تو شور نخوری عکس تا بگیریم. گرفتن عکس ها؟ بیستا. عکس ها میگیرن یا میکنن؟ نمیگیرن. چرا خم میگیرن؟ بود بسان برد، نه موبایل دارم. موبایل؟ موبایل داری؟ نه. نداری موبایل؟ نوکیا است. نوکیا است. سنگ پای. عکس میگیره. عکس میگیره. چرخاست که میکنه؟ نه، پرخاص میکنه. چرا خم پرخاص میکنه؟ باز میگم. باز میگی خوش است. سوال دوم ما از شما میپرسم. سوال خیلی آسان است. شش جواب پاس میشه، 100 امتیاز داره. لقبی بگویی که به یک شخص نترس یا شجاع میگن. بگو، تلاش که خوش بشی، بگو. جنگره. جنگره. کسی که شجاع بود جنگره است. آه، شجاع میباشه اگه انتاید نمیترسه از کسی. خب. آه، کسی که جنگ کرد شجاع است. صد فیصد. چرا پس مثال میتونم میگن یک راه مردی گریز است. خب، اگه مثالا در چهار پنج نفر سرت بیه، بوتای دیلاکو بگریز. خب، سعی کنیم. نبو، با کدام اشخاص یا یک نفر لقب شجاع را میتونم؟ یک نفر میگیم شجاست، چرا؟ یک، دو، سه. چلی پا؟ یک نفر میگیم شجاست، چرا؟ لقب چرا میدم؟ شجا به خاطر که شجاعت دارد اگه مرد است میگی. خب سعی کن سوال میگه یک لقب بو که به یک شخص شجاع میدم. شیر است. شیر است. شیردر خوش. اه بابا ما دیدی؟ جواب یک لقبی که به یک شخص شجاع میگن. یک جگرم هستی. جگرم هستی. سعی کنیم. خیلی هست. مشتره چی هست امید؟ میری مکنی تلا بیان نگم. چانس خوب از امت گل موید تال در جایی از زندگی شده که ترس برده باشی؟ خدا نکن. هیچ نترسید از زندگی؟ هیچ وقت؟ میترس از من زده میشه چند بیا؟ چند بیا؟ بیادرک خوردم من؟ بیادرک خوردم؟ بله دوستی زدیش؟ چرا؟ اگام به بگفتی شوخی که میگنه باز میزن میشه. چرا خم زدیش؟ ها؟ قفا زدیش؟ آدم آره. آدم آره. بخلاق؟ بخلاقش دلق داره. مویجم به شخص شجا چه لقب میدن؟ تایت استی. عصمت یک لقبی که به یک شخص شجا میگن. ماشاءالله یا نظر نشی. ماشاءالله نظر نشی. دیگه هم پکیش میکنی دیگه نی؟ سعی کنیم. مشوره که سمیم جان. یک لقبی که به یک شخص نترس و شجاع میتن. به ثبوت هستی. به ثبوت هستی. بیرق دستی و چار ولایت بالا. سعی کنیم. فکر کنم یک جواب شما پیدا کردیم. سنا جان، یک نفر قوی است، شجاع است، نترس است. چی یک اسم یا لقب برش میمونه؟ جانم هستی. جانم هستی. جوان مرد. جوان مرد. قوی. قوی. جوان مرد. جوان مرد. کم است. میگه آدمای شجاع و قوی کسی است که در وقت خشم خود
خشم خود فرو ببره. بیشتر کسا میگه ولی قوی بودن به این است که سر یک نفر ظلم کنی. ما نظر شخصی میست قوی است که یک نفر نان خوردن نداره پیسی جیبتا نیم کنی، آنو قوی است. صد درصد قوی است که یک بابای کمک نیاز داره. ما به چشم سر دیدیم یک جوان دستمال در سر شانه پاچا بلند از پولیش تیر میشه، ولی بارو کاکا کنه میره، او قوی نیست، او تایت نیست. به نظر شما چی؟ یک آدم قوی شجاع چی است؟ کی است؟ قهرمان؟ شمع جان ما بگویم. بگو. قوی اونو کسی که یک پنج تانون خانه ببره. آفرین. دیگه؟ جوان مرد. مرد شب هفته میبرم. پهلوان؟ دلیر؟ سعی میکنیم. جواب شما؟ امتیاز گرفتی اونوش نوسته امتیاز آمد. جوابا متفاوت است، لقبا متفاوت است. یکی میگه جانم هستی، یکی میگه مرگم هستی، یکی میگه جگرم هستی. هر کس یک گفی داره. با گفتی امید تایت هستی، محکم هستی. هر کس یک گفی میزنه. ببینیم امید ست نفر چه لقبی به می آدم شجاع داده. بخوانی نمبر آواز شده بره. شش. دلاور. شش. پنج. پردل. چار. دلیر. سه. سرسخت. نمبر اول. نترس. اینی لقبی بود که یا معنیایی بود که به آدم شجاع میتن. و در این قسمت ممنون هستم از حامی برنامه، انرژی واقعا خوشمزه اکسپول، انرژی خیلی خوشتم، خوشمزه، نوشابه گازداره که با طعم و رنگ مختلف در بازار هست. شما وطندار عزیزم میتونین بنوشینش و برنده جایزه شوین. انرژی که سرشار از ویتامین هست. رنگ سبزش ویتامین B3 داره، B6 داره، B12 داره به همراه داره و پشت در پشتش جایزه هم هست. جایزش هر چیز میتونه باشه. شما فقط کافی است بخرینش، بازش کنین پشت در پشتش، ببینین چی است، بعد نوش جانش کنین. میریم بخش بعدی. بخش مهمی که شما را یک فامیل برنده می سازه. اما ای که چی میشه بعد از میان برنامه کوتاه مشخص. خیلی خوش آمدین وطنداره عزیزم. در ادامه برنامه ما در چند روز کمکی چرتا خراب است، شوخی ها نمیه و گفته ها خیلی سخت میشه. و هر صورت سراغ سوال که میریم، سوالی هست که بازم اگه هر دو فامیل امتیازشو بگیرن برنده نمیشن، چون در دو سوالی که گذاشت 200 امتیاز از 200 امتیاز هر دو امتیازش دو سوال تا جای فامیل آریایی گرفت که 84 امتیاز است. نعمت و محب بیاین که سوال سوم. خوش آمدین. سوال سوم برنامه از شما هست، سوالی که میتونین پاسخش بتین. محب جان، خانه از خود است یا کرانشین است؟ نه از خود است. از خود است. خودتون ساختینش یا همون تو آماده خریدی؟ نه از سابق بود. است. از سابق جور کردی. خانه پدری و پدر کلان به حساب. بسیار عالی. نعمت جان خودت؟ نه از من، خانه از خودم است. از خود است. خودتون ساختین؟ نه هم تو سابقی بود. سابقه. خب. سوال خیلی آسان است. جنجالایی هست که بین دو شخص انجام میشه. سوال باز شما جوابش؟ 200 امتیاز. بیشترین جنجال کرایه نشین با صاحب خانه معمولا روی کدام موضوع است؟ محب. کرایه. کرایه. صاحب خانه بلند میکنه، کرایه نشین میگه پایین بیار. کرایه. کرایه بلند. بلند ترین امتیاز. مسئله چی است؟ بیاین. چانس خوب نیوت عزیز. حشمت. تا حالا جنجال بین دو شخص دیدی کرایه نشین و صاحب خانه؟ حالا خانه دیدیم بیابی شاید باشه. و چی باشه دلیلش؟ بیاوی او نداشته باشه. یعنی خانش سعی کنیم. خدمات نامناسب که نداشتن او هم جز من میشه. رومان جان،
یک دلیل بود که بین کرانشین و صاحبخانه جنگ میشه. سر اطفال. سر اطفال؟ بله. چرا هم سر اطفال جنگ میشه؟ اطفال کرانشین صاحبخانه اطفال شما میزن سر جنگ میشه میخزن. خب یعنی اطفال کرانشین اطفال صاحبخانه رو. بله. به خاطر چی؟ به خاطر خوشتک هستن. دیگه این کارو نکنید. بد است. سعی کنید. چرا جنگ میکنی شمز؟ تو کدوم جنگ میکنی؟ سعی کنید. نبود. امید. همین کرایه‌نشین قیس صاحبخانه جنگ میکنه. دلیلش چی است؟ به خاطر پرداخت بل برق. پرداخت بل برق. شریکی میباشم دیگه اون جای. که همین فیصدیش میگه فیصدی های ما برابر است. سعی کنید. مشارک و سعیم جان باز. محب جان چرا یک کرایه‌نشین با صاحبخانه جنگ میکنه؟ خراب کردن خانه. خراب کردن خانه. صاحب خانه را خراب میکنه. سعی کنید. خانه کنه یا خراب کردن خانه. عشمت جان چرا یک صاحبخانه که کرایه‌نشین جنگ میکنه یا سرچپکش؟ یک دو تاویل کرا به وقتش. تاویل کردن کرا به وقتش. تاویل کردن کرا به وقتش. در یک ماه یک نفر دو دفعه میتونه کرام بگیره. آه کرایه بلند و نه. سلام چرا یک کرایه‌نشین قیس صاحبخانه جنگ میکنه؟ در وقتش کرا رو تاویل نکنه. سر وقت تاویل نکردن کرا. نعمت؟ مزاحمت به صاحب خانه. مزاحمت به صاحب خانه. عظمت؟ پرداخت پول. پرداخت پول یا همو کرا در سر؟ مزاحمت کردن به بقیه همسایه. مزاحمت کردن به بقیه همسایه. یگان کرانشین همین رقم هست. همین رقم هست. ولی اگر من به جای تو بودم سمیم جواب سنا رو انتخاب میکردم که دم وقت معینش مثلا کرا رو نمیتونم پرداخت کنم. چلیپا خود چند زیم؟ نگفته بود عشمت. عشمت کرایه گفته بود جوابیه؟ آمده گفت. خب آخرین جواب بود من فکر کردم کرایه بلنده گفته. نه نه. خب به هر صورت. جواب خودت؟ چی هست؟ نه نه عذیت کردن. مزاحمت کردن به همسایه های دیگه. جوابت سعی کنیم بین پنج دو. سر و صدا یا مزاحمت کردن. جوابت کاملا درست. همین یک جواب چی هست؟ تعداد زیاد؟ یگان فامیل واقعا تعداد. ما افغان ها کلن تعداد ما زیاد است. دیگه چی است؟ میماندار بودن زیاد؟ بی نظمی؟ بی گراجی؟ سعی کنیم پنج. صفایی قیمت. چی گفت؟ عصمت جان گفتم گفتم به جوابا. نگفته بود. نگفتی؟ نه جواب نداده بود. نه غلط کرد. اشتباه جواب داد. خیر باشه. 170-84. سوال چهارم. سرنوشت یک فامیل مشخص میکنه. نفره چهارم سنا و عشمت بی پی شما. عشمت سنا خوش آمده. خوش باشه. در کارهای روزمره کدام کارا رو میتونی انجام بدی عشمت؟ همی سودای خانه رو بیاری. کارهای دیگه کارهای یاد داری مستریگری و یار هیچ جات نداری کار نکردی. هیچ چیز. چرا؟ هیچ کار نکردی؟ فقط همین درس خوندی و فعلا هم درس هست. درس هست. سنا جان خود کار کردی؟ آها کار کردیم. چی کارا انجام دادی؟ کار آنلاین میکردم. آردر و چیزا رو میبردی. آردر میبردی. یعنی دریور بودی به حساب. بس چوب خیلی موتورسیکل یا موتر؟ موتورسیکل. خب به هر صورت سوال خیلی آسان است. در کار خانه هم کمک میکنی؟ آه. چی کار خانه رو خود؟ سودای خانه و این چیزها رو دیگه. این چیزها رو میبری؟ آشپزی میکنی یکان وقت در خانه؟ تنها که باشی؟ یکان رو خواب میکنم. چی ها میتونی جور کرده به خود؟ چپس، گوشت و چیزها دیگه. او چیزها. خودت آشپزی میکنی اشمت در خانه که تنها باشی؟ چی جور میکنی؟ چپس، کچولو یا اون چیز میز آسان. آسان دیگه، زیاد سختش دیگه نمیباشه. سوال آسان است. سه جواب باز میشه برای شما. 300 امتیاز. از چاقو برای برش کدام خوراکها استفاده میکنید؟ بگو. چاقو. از چاقو برای برش کدام خوراکی استفاده میشه؟ سیب میوه یعنی. سیب. سعی کنیم. از چاقو برای برش کدام خوراکها استفاده میشه؟ گوشت. 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 جواب آخر. مشکلت چی هست؟ بیا 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 چون سکر سنه هستیست رومان
چاق در خانه کار میکنید که معمولا برش بدین یا هر چیزی که هست؟ از چاقو برای برش کدام خوراک‌ها استفاده میشه؟ کچالو. ترکاری که کچالو هم جزو همون میشه. از چاقو برای برش کدام خوراک‌ها استفاده میشه؟ امید منم میگی شمس جان. بانجان رومی. بانجان رومی ما فکر میکنم مال در ترکاری ها نیست، دستون گوشت یا رفتنی؟ آه صد فی صد پایین هستیم. نان چی خوردی؟ آه فیلن؟ آه فیلن تو گوشت نستم. گوشت نستی تر دلت گرفتن؟ منتظر توست من. منتظر من؟ آقا بریم نان خوردن. میریم سعی کنیم. نبود. از چاقو برای برش کدام خوراک ها استفاده میشه؟ کیک. خوب هستی؟ خلق موی چی تفتا؟ من جواب اول فکر کردم که شاید میوه باشه، چون کچالو هم گفتی رفت جزء ترکاری و من فکر کردم شاید سیب هم گفتن سیب چلیپا خورد، اگر نیمو همون جواب اول بسیم شد و کیک باز شد. 300 امتیاز گرفتین، 384 شدیم برنده مرحله اول. مبارک باشه. ده قطعه از زوری سرخ و برای شما بانشید میشکنم. ما بدون کشی که خوش باشید، دیدی خوش بودیم. نه میگیرم درست بیشه. موفق باشین، بخیر استفاده کنین. رومان، امید، محب، پشمت یک جو مشوره کنین. همی ببینین که دو نفر که کیا میگه. نوش جان در مرحله دوم، مرحله که 500 هزار است، شما مشورت کنین، ما برمیگردم. بفرمایید لالا سعیم گلم، عظمت، نعمت، سنا، خوش آمدیم به برنامه. بر رو باخ مطرح نیست و ای که شما را میبینم خوش میشم. همیشه خوشبخت باشین، حرفی دارین کامرو در اختیار. تشکر شمس جان، بازیز بر رو باخ تو خدا داره. ما مهمی بود که آمدیم با خودت یک خاطره ساختیم اینجا. دیگه گفتنی خواست ندارم، خوش آرام باشین. قربان لالا عظمت عزیزم. من گفتنی خواست ندارم، در جای که باش خوش آرام باش. قربان نعمت جان، هد دیگه. قربان سنا جان، همچنان چیز گفتنی ندارم. موفق باشین. عزیز رو تشکر، خوش آمدید. کی از رومان دو نفر؟ خودم از رومان محب جان. خودتو محب؟ نامدی؟ نه گفتم گمش که تو اعلان اگوان چیز میزید تا سیر میره. نه نمیگفتم، بیا محب و رومان بیه کنار ما. محب رومان خوش آمدین، در کنار هم استاد میشیم. بخیر میریم مرحله دوم، مرحله 500 هزار. مشخصات مرحله بیه کمک نزدیکتر. محب بیا کنار رومان عزیز. به نظر خودتان 500 هزار رو برنده شوین انشالله، با جایزه چی میکنه؟ با جایزه انشالله 100 هزار شب به فقیرها تقسیم میکنیم و دیگه شب به خانه میبره، به خانواده. دیگه شب باد میکنه. باد میکنه. خب چند از 200 امتیاز، چند امتیاز خودت میگیری؟ انشالله که 100 شب بگیریم. 100 شیشه. محب جان 100 امتیاز هم خودت میتونی؟ انشالله میشه. انشالله. اما توی که جوابایتان دادین میتونین در مرحله دوم هم شد خودتان پیش برین. این مرحله مرحله است که شما باید تلاش کنین 200 امتیاز رو پوره کنین، هر دو نفر 500 هزار رو بگیرین. یک نفر اول استاد میشه و با ما رقابت میکنه، بعد نفر دوم میره. کی میره اتاق آرام؟ کی میباشه؟ محب جان بره اتاق آرام، من میباشم. باشه خودت میباشی، برو. برو دیگه ریش خندی نکن. خب رومان جان ما خودت میریم مرحله دوم. سبب که مایکت هم خطا خورده. خب یک وقت ما میگیریم بر میگردیم. وقت بسیار خوش آمدیم. امیدوار هستم که شاد باشیم، بخندیم، دلتان از گرمی محبت در کنار فامیل شاد باشه. کمکی دورتر رومان جان، برو کمکی پشت سر فکس هستی. رومان خودت همراه محب انتخاب شدی در مرحله دوم. مرحله دوم مرحله خیلی آسان است، فقط فرق داره، بعضی نکات داره. مثلا در مرحله اول با این فامیل رقابت کردین، اینا در مرحله دوم با ما رقابت میکنین. رقابتت فقط همین است که من 5 سوال از خودت میپرسم. 5 سوال، باید 20 ثانیه وقت داری که پاسخ بدی به 5 سوال. سوالت اول که پرسان کردم تمام شدم، ثانیه 20 ثانیه تو شروع میشه. بله.
در این پنج سوال اگر گزینه نتونستی پاسخ بدی زود بگو بگذر. زیاد فکر نکن دربارش که ثانیات پوره شده میره و سوال دیگه مانده میمونه. فقط بگو بگذر در آخر اگه ثانیه باقی موند دوباره هم سوال ما تیز از خودت میپرسم. چشم. محب در اتاق آرام است، جواب و سوال صدای ما تو را اصلا نمیشنوه. بله. فقط بلندم پاسخ بدی که جوابت قفل شوه که همون امتیاز شه بگیری. آماده هستی؟ بله. موفق باشی. قربان. 20 ثانیه آماده هم کنه ایسان. معمولا چند وجه روز نان چاش را میل میکنیم؟ 12:30. یک نوع چای را نام ببر که مردم بیشتر مینوشن. چای سبز. یک نوع از راه های تبلیغ تجاری را نام ببرید. بگذار. چیزی نام ببر که بدون آن نمیتوانید به شخصی پیام بفرستید. موبایل. یکی از ولایت های همجوار کابل را نام ببرید. قمار. یکی از راه های تبلیغات تجاری نام ببرید. آفرین جمعان عزیزم. سوال اول پرسیدم معمولاً چند وجه روز نان چاشت و نوش جان میکنید و هر کس معمولاً ام 12 به بعد میخوره. مثلا یکان وقت ما در دفتر هستیم دونیم بجم میخوریم نان، ولی پاسخ خودت اینی بود. پاسخ 12:30 بجه چاشت بود که معمولاً امی از 12 نان چاشت خوردن شروع میشه. بس امتیاز 31. خیلی امتیاز خوبید. سوال دوم، یک نوع چای را نام ببر که مردم بیشتر می نوشند. پاسخ؟ سبز. یک چیز در بدخشان از شورچای میگن. بله. خوردی از اون؟ بله. راستی؟ صد. امتیاز؟ مزه نمیتا. سی؟ مزه نداره؟ من نخوردیم، از این خاطر همون تو بسید. بخواستان مزه نمیتا، خوب، اما شما مزه نمیتا. این حال یک چیز گپ است، از هر ولایت، هر زون، از همون بچه هایی که کلان شوی، اما کل چیزش مزه نمیتا. مزه نمیتا، من نه بخواستان مزه نمیتا. کسایی که مثلا ما در این کابل زندگی کردیم، شاید خیلی مزه دیگه داشته باشه. سی امتیاز، خوب امتیاز داشت. سوال سوم، یکی از راه های تبلیغ تجاری نام ببرید. پاسخ؟ بگذر بود. معمولاً تبلیغات تجاری از صفحات فیسبوک شروع میشه، اینستاگرام شروع میشه تا تبلیغات تلویزیونی. سعی کنید. صفر. سوال چهارم، چیزی نام ببرید که بدون آن نمیتوانید به شخصی پیام بفرستید. پاسخ؟ موبایل. وسیله ای که ارتباط برقرار میکنه. در زمان سابق نوشتن نامه بود که خیلی حتی در طول یک ماه تال میخواد تا برسه. امتیازش؟ 11. خوبش. سوال پنجم، یکی از ولایت‌های همجوار کابل را نام ببرید. پاسخ؟ قندهار. از کابل تا قندهار فکر کنم 12 ساعت راه است. تا 580 بود، 10 ساعت راه است. اما همجوار نیست. امتیاز؟ کاش که پروان، کاپیسا، پنشیر یار بود. خیر باشه. 70. خیر باشه. 76 امتیاز گرفتی، موفق باشی. اگه حرفی داری کامرو در اختیارت. به مرد مهم ندارم در شب زنان. قربان رومان جان. کوشش که خدا خوش نگاه کنی. سلامت. بفرمایید. قربان. تهنه شامه نگه. عزیز زمان رومان رفت. رفیق دیگه ما محب میان. تشویقشان کنی بیاید. محب عزیزم خوش آمدی بیادر. با مرحله دوم. محب جان. بله. کمکی بپیش. این میشه. رومان 76 امتیاز گرفت. 124 امتیاز برای خودت است که باید تکمیل کنید. بله. 500 ثانیه بگیره. خودت باید تلاش کنید در 25 ثانیه 5 سوال تکراری پاسخ بدی. 5 سوال تکراری هست، به خاطر این ما 25 ثانیه با خودت وقت دادیم. بله. زمانت وقت شروع میشه که سوال اول ما بخونم تکمیل شه، تو بخوای شروع کنی به جواب دادن زمانت هم شروع میشه. هر سوالی که تکرار پاسخ بدی جوابش یعنی صدا و تو پخش میشه که جواب تو تکراری است. سوالی در ذهنت نامد جوابش بگو بگذر. هر سوالی که بود که ثانیه زود تکمیل نشد. من میگذرم در آخر که ثانیه باقی من دوباره میپرسم. با صدای بلند پاسخ بده که جواب اوجا قفل شود. آماده هستی؟ بله. موفق باشی. 25 ثانیه آماده. همکار عزیز و مهم. معمولا چند بجه روز نان و چاشت رو میل میکنی؟ 12 بجه. یک نوع چای رو نام بر که مردم بیشتر مینوشند. سیاه. یکی از راه های تبلیغ تجاری رو نام ببرید. تلویزیون. چیزی نام ببرید که بدون آن نمیتوانید به شخص پیام بفرستید. موبایل. تکرار. ایمیل. یکی از ولایت های همجوار کابل رو نام ببرید. همجوار کابل، پروان. آفرین. آفرین. بیا ماهد، بیا 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 بیا. آفرین. بسیار یک جوابای خوب دادی. سر تلویزیون گفتنت خودت خندهت گرفت. همون تا کمک
ولی پاسخت کاملا درست است. اینال به نظرت 124 امتیاز کامل میکنی؟ توکل به خدا دیگه میبینیم. چند امتیاز میشه به نظر؟ 100 امتیاز خمش. 100 امتیاز. توکل به خدا. سوال اول، معمولا چند بجه روز شما نان و چاشت رو میل میکنید؟ و پاسخ؟ پاسخ 12 بجه بود. کاملا صحیح است. اما یکان تو هست با چای صبح 9 وقت میخوره. بله. بازم جواب چند امتیاز داره؟ 11. 12:30 بجه بلندترین امتیاز این سوال بود. سوال دوم، معمولاً یک نوع چای را نام ببرید که معمولاً نداشت. یک نوع چای نام ببرید که مردم بیشتر می نوشن. پاسخ؟ سیاه. چای سیاه. بیشتر کسا در وطن ما افغانستان چای سیاه نمی نوشن. چون همی سبز از اول مانده. چای سیاه باز در زمستان خوب است که گرم است. نه. امتیاز چند است سیاه؟ 14. بلندترین امتیاز چای سبز بود. سوال سوم، یکی از راه‌های تبلیغ تجاری نام ببرید. پاسخ؟ تلویزیون. کاملا صحیح است. یگان نفر از بخاطر که جنسش فروش بره، آید داشته باشه، یک اعلان جور میکنه، در تلویزیون ها پخش میکنه که تبلیغ شوه. دیگه کدام راه هست؟ دیگه راه های لوحه هاست، دست سرک. دست سرک ها. کدام بسیار نتیجه میده اما قیمت هست. سعی کنیم امتیازش را؟ سیه. اعلان های تلویزیون بود که واقعا امتیاز خوب هم گرفتی. 31 امتیاز. سوال چهارم، چیزی نام بارید که بدون آن نمیتوانید به شخص پیام کنید. پاسخ؟ ایمیل. ایمیل کاملا صحیح است. ایمیل هم اگر فکر کنیم هم از موبایل میشه هم از کامپیوتر میشه. جواب و امتیاز چند است؟ بلندترین امتیاز اینترنت هست. حالا که کل ارتباطات ما بر اثر اینترنت هست که با کشورهای دیگه هم وصل میشیم. سوال پنجم، یکی از ولایت های همجوار کابل رو نام ببرید و پاسخ خودت. پروان. ولایت پروان کاملا صحیح است که بعد از اینکه سمت شمال میری اولین ولایت پروان میه. امتیاز 30. پروان بلندترین امتیاز بود. ای کاش که رومان هم 2-0 کامل میکه. خوب امتیاز گرفتی خودت. موفق باشی محب عزیزم. لاله مگه حرفی داری؟ کامرا در اختیارم. مگه حرف خاصی ندارم. قربانت. با گفتی امید تلاش که خوش باشی. موفق باشی. بفرمایید. تشکر از شما وطن‌دارای خوب ما که بیننده ما بودین. ممنون هستم از انرژی واقعا خوشمزه اکسپول، نوشابه و نوشیدنی قوی اشتهاور که با طعم و رنگ مختلف هست. شما بنوشینش برنده جایزه شوین. انرژی برای زندگی پشت در پوشش جایزه شما هست که میتونین ببینین چی هست. اگر انتقاد و پیشنهاد سوال سیوم دارین در این نمبر واتساپ ما همیشه که ظاهر میشه سیل کنین بفرستین. اگر سوال زیبا دارین حتما بگین به ما، ما در برنامه به اشتراک میذاریم. وقت خواهشان دو نزنین خیر است. اما سوالاتتون رو بفرستین، سوال هم نداشتین نفرستین. ممنون. 456 کلید 622 راهی است که شما در برنامه حضور پیدا میکنین. هم خواهرای عزیزم هم برادرایم شما اینجا میتونین پیام بونین. بعد از اینکه زنگ زدین کلید ها را فشار دادین، یک صدای پیغامگیر است و بشنوین. بعد از صدای پیغامگیر پیامتون را که ماندین نام خود گرفتین و 30 نفر دیگر علامت نمبر را فشار بدین، پیامتون ثبت میشه. دوستان همراهتون با تماس میشن و دعوتتون میکنن به استیج. همیشه موفق و آرام و سربلند باشین. ممنون. الله یار نگهدار. مثلا شد.